ما حکومت کردیم، یک لحظه، سروران و فرزانگان و فرهیختگان، درودی از دان پاک بر شما باد و بامدادتان نیکو. کروش کبیر میگه تا هست سرزمین من آسمانی باد، و ما میگویم برای حق ما التماس نمیکنیم، میجنگیم. برای حق ما التماس نمیکنیم، میجنگیم. حق داده نمیشوه، حق گرفته میشوه. ما میخوایم به یعنی اعتمادن به صحبت های این دوست ما، کتاب احمد شایی اکنون در پیش ماست. باز کو صفحه 139 را، باز کو صفحه 139 را. در کتاب احمد شایی تقریبا 167 مرتبه واژه خراسان به کار رفته. نشته کنه دوستا، 167 مرتبه واژه خراسان به کار رفته. 60 مرتبه واژه الف و غین الف نون اوغان که معرب افغان می شود، 60 مرتبه اوغان رفته، مساوی به اون پشتون است. و یک بار هم از اوغانستان یا استان که از ملحق به اوغان است یاد نشده. پس به این دلیل وقتی که درانی ها داخل خراسان می شوند، 1747 نشته کنید، 1747 نشته کنید. زبانشان پارسی هست، هویتشان خراسانی هست، سکه به خراسان زدند و همه داد و ستود فرهنگی هویتی و دیپلماسیشان با زبان پارسی است. حتی سکه شاشجا به زبان پارسی است، شکه مثلا خانهاشم به زبان پارسی است. تا آخرین دودمان درانی ها که این پدر ملعون ظاهرشاه هست، یک نفر در فامیلشان زبان اوغانیه را نمیفهمید، همشان زبان پارسی که هست میگپیدن. پس به این دلیل 1747 وقتی درانی ها آمدن به عیس مهاجر از پسای کوهای سلیمان آمدن. پسای کوهای سلیمان مابین اند قدیم است و ایران قدیم است. اینا به عیس مهاجر آمدن و عیس جیره خوران آمدن. از طریق خراسان اینا رفتن کلکته و هند که از بطاراج بردن. کلانترین مراکز تحقیقاتی و کلانترین معابد هندی ها را که از بطاراج بودن و اینا پتان میگن و خان میگن. هر هندی امروز حق نمند است به خاطر اینا پتان و خان دزده های چراخ بدست بودن. و همچنان اینا که به گندهارا، قلب خراسان از گندهارا و از گندهارا اینا که از به سیستان که از متلاشی شدن، این قوم پراگنده، این قوم تمدرگریز، این قوم کتابسوز و این قوم مهاجر و این قوم اشغالگر که از پراگنده شدن و به واسطه روس تزار و بریتانیای کبیر که از قرن 19 چیز را به نام امیر عبدالرحمن خان یک مفعول لواطتکار چرسی آمد این دولت مرکزی را که از بنا کرد و قلح و قمع که از حتی این شاه مفعول میگه من که هستم شاه خراسان هستم و بعدی هم میگه شاه ترکستان هستم. به این دلیل که از اوغان مهاجر است، اوغان آمد کشور موت را اشغال کرد، اوغان آمد هویت اوغانی را محمود طرزی پدر ملعون لواطتکار پاگر دیوانه کرد بالای ما تعمیل کرده. بلوچا اوغان شدن، نورستانی اوغان شدن، ایماق اوغان شد، پشهی اوغان شد، زبان اوغانی را صحبت بکرن. اینا دو طرز نگرش که از اونجا تجویز کردن. یک طرز نگرش این بود که ما تمام اقوام مثلا بلوچه اینا پشتون ساختن و تمام تبارها را مثلا امروز هزاره را اوغان ساخت. این آدمی که مثلا امی ولنگاره که میگه ترک هستم، این ولنگاره برش بگو تو در زمان محمود طرزی که از مثل پوکانه سیاسی پولیتیکل کندم از تو استفاده شده، هویت مسخ کرده و تو را اسیمیلیت کرده، مدغم ساخته. تو ترک هستی، تو اوغان نیستی، زبان تو ترکی است، زبان تو اوغانی نیست. امروز ببینید نسل نورستانی ها دوستان منقرض شده، امروز پشه ها اوغان شده. میره به نام اسیمیلیشن میگم، مدغم سازی در هویت و یا هویت شویی. اوغان دو کار کرده تاریخ بچه ها نوشته بکنین، یکی قتل عام فرهنگی کرده و یکی قتل عام فیزیکی کرده. ما براتون نمونه میتونم که پایم تکمیل میکنم. اوغان در قرن 19 که است، در قرن 19 آمد قتل عام کرد
به توسط امیر عبدالرحمن خان دیگر اوغانش آمد خاندان آل یحیی در قرن 20 قتل عام کرد، دیگر اوغانش آمد در قرن 21 ملا مرکز قتل عام کرد. این تبار سه قرن قتل عام کرده، لواطت کرده، انسان کشی کرده، تمدن گریزی کرده، فرهنگ ستیزی کرده، زبان پارسی را یاد گرفت و در نمکدان کس پیشاب کرده. این نمکدان شکن هستند، این نمکدان ناشناس هستند، با زبان موتو می آیا موتو را دشنام می زنه، با زبان موتو می آیا مرا حیانت می کنه، با زبان موتو می آیا مرا حقارت می کنه. زبان پارسی پدرای نارا که از خوشدی کشید، پدرای نارا از ولنگاری و سهلنگاری و بربریت و خشونت و پستی و پلشتی کشید و امروز می آیا با ما که هست مگه این زبان تو دری است؟ تو چه کاره هستی ای پدر ملعون؟ تو چه کاره هستی آمده ای ترافیک زبان ما شده ای؟ فارسی هم از من است، دری هم از من است، هر دوش صفت موصوف هستن. تو برو اون خوشدی تکه از نجات بده، تو برو اون بفرهنگی تکه از نجات بده. مگم طالبا آمدن بلخه که است مانند چنگیز، مانند مثلا سکندر مقدونی که از تاراج نکردن، کتاباش در ندادن، گفتن این فارسی هم. مگم این اللاغستانی های لواتتکار، این قنداری های پدر ملول خبیث و این هلمندی ها نامدن کوی اندوکش و چه کار کردن و امروز چه کار میکنن؟ زبان پارسی را از تمام دانشگاه پایان کردن. ای مردم از خواب بخیز، به این اوغانیزم ای گرگ خراسان هیچ فرصت بده. اوغانیزم باید این کار بکنه، بیایه بگه السلام علیکم، سکوت بکنه، 100 سال سکوت، 100 سال غرامت بپردازه و 100 سال که از پوزش بخواه. این کار باید از اوغان بکنه. اوغان کشور موتر به گند کشید، مهاجر که از پسای کوهای سلیمان آمد امرو کشور موتر به لواتتستان کار جور کرده. ما دیروز دیدم یک اوغان غلزایی با یک اوغان مثلا درانی که است والله روسی کرده. اینا تمام جا را که است پر از لواتتکاری کردن، چرس فروشی و هفیون فروشی امرو فرهنگ ما شده. میگه اوغان میگرزه، میگه این چرس فروش است، برقه است، این چادری است، بم در زیر بغلش، در زیر کلاهش، در جیبش است. امروز اینا تمام هویت ما را مسخ کرده. ای بچه ها ببینین قرن هفت ما براتون میگم، قرن هفت خراسان فابریکه انسان سازی بوده. مولانا در قرن در خراسان تولد شده، حافظ شیرازی، سعدی، رابعه بلخی و تمام بزرگای ما در زمان خراسان تولد شدن. ما یک زمان به اروپا کتاب صادر میکردیم، فرهنگ صادر میکردیم، دیوان سالار بودیم، قلم سالار بودیم، فرهنگ سالار بودیم. از زمانی که این مفعولین، این آدمی به نام احمد خان عبدالی آمد 1747 کشور که از بگن کشید، چتل کرد، مرداری کرد، تا امر تعفن بوی افغانیت دنیا را که از به اشمعزاز آورده. این اوغان ای گرگ خراسان، ای بچه مقاومت، ای بچه که تیم رو جنگ میکنی، اوغان که از موتر موتر آمده امروز در کوی اندوکش تر از سلاخی میکنه، میگه بزنید پنشری بیناموز با کالتوس از پشت سرش. نته به این اوغان که از فرصد بته به خراسان یا که صحبت بکنه. اوغان هیچ گاه جایی نده، والله اگر توانایی داشته باشه انفجارت بته، انتحارت بکنه. دنمی تکتا هی بیایه اول بگویه که رام رام، بگویه که ما از تو تاجک، ما از تو هزاره، ما از تو ازبک، ما از تو ایماق، ما از تو بلوچ، ما از تو پشهی، ما از تو این مزرعت میخواییم به خاطر کشورت بگند کشاندم، کشورت بدنام ساختم، شخصیت های تکست ترور کردم، کتاب تکه از سختانم، دانشگاه تکه از بسته کردم، مکاتب تا بسته کردم، تکه خانهای تا بسته کردم، مسجدهای تا بسته کردم، هویت تا تمس کردم، دانشگاه تا که بکند کشیدم. اوغان باید از این کار که از بکنم. به اوغان که چانس دادی، هر کس که از خون ترسید خونش میریزه. و گپ آخرم اینمی از دوستای عزیز، هر کسی که از خون ترسید خونش میریزه. ما برای هویت ما، حق ما التماس نمیکنیم، ما می جنگیم.